دنیای کتاب صوتی با افتخار تقدیم می کند. لطفا قبل از گوش دادن چنل دنیای کتاب صوتی را سابسکرایب کنید و نشانه زنگوله را فشار دهید تا شما اولین کسی باشید که هر شب بعد از آپلود کتاب صوتی آن را دریافت می کند تنها برای حمایت از ما کافی است که این کتاب صوتی را لایک بفرمایید تاب شاهزاده عقیم یا حرم مردم از مشاهده اشکهای گلسنم که مخصوصا روبند اش را کنار زده و قیافه خود را آشکار کرده بود تحریک شده و در بین خود صحبتهایی کردند هر کدام به نحوی اظهار عقیده می کردند بالاخره یکی از ریش سفید ها که همراه خدا بود گفت این که کار مشکلی نیست دو نفر پیرزن را میفرستم او را ببینند اگر دختر بود معلوم است که حرف این زن بیچاره راست است سخن بیهوده به این درازی نمی شود و اگر اینها دروغ گفته بودن حق هر دویشان را کف دستشان می گذاریم گل گفت خدا عمرت دهد همین کار را بکنید و ما را از این بدبختی نجات دهید ما چندین فرسخ راه آمدیم و نزدیک به مردن هستیم فرسنگ ها راه را زیر آفتاب سوزان در بیابان های بیاب و علف تی کردیم خدا میداند این چند روز که این دختر گم شده ما چه حالی داریم باز خدا را شرک راه را پیدا کردیم و آمدیم اگر خدای ناخواسته او را نمی یافتیم چطور می شد حتما یا جانورهای بیابان او را پاره می کردن یا دزدان به هوای جواهراتش که برداشته و فرار کرده نابودش می ساخدن. اینجا مثل اینکه از شوهرش تصدیق میخواهد نگاهی به سوی او افگند سفتر هم با تکان دادن سر حرف او را تصدیق کرد و چون پدران داغ دیده آهی ممتد کشید برای کت خدای ساده دل دهاتی هیچ تردیدی باقی نماند که جوان میهمان دختر این زن و مرد است اما برای اطمینان بیشتر گفت خیلی خوب خواهر انقدر داد و بیداد نکن فقط بگو اسم دختر شما چیست و الان ما به چه اسمی او را صدا می کنیم سفتر در مقابل این سوال دست پاچه شده و مردد بود که چه جواب دهد ولی گلسنم بدون معطلی گفت اسم دخترم قزل گل است قزل گل خدا مادرش را بکشد چه زحمات کشیدم و چقدر بیخوابی تحمل کردم یک دختر مثل دست گل بزرگ کردم ماه و خورشید هم چشمانشان به صورت دختر من نیفتاده بود حالا با لباس مردان میان صد نفر مرد اجنبی نشسته آب روی من رفت هیچ جا سربلند سر بلند کنیم شما را به خدا این پدر بیچاره اش را تماشا کنید به حال ما ره بیاورید خداوند هیچ یک از شما را به این درد دچار نکند و فرزندانتان را دیوانه نگرداند آه و ناله گل کار خودش را کرد و مختصر تردیدی هم که کت خدا و اهل ده داشتن برطرف شد کت خدا برای خاتمه دادن به این کار به اتاقی که قزلگل در آنجا آشفته و حیران نشسته بود برگشت و چون باور کرده بود با دخترک دیوانه ای که لباس مردانه پوشیده از سر و کار دارد قیافه بشاشی گرفته و وارد اتاق شد. سه چهار نفر بیشتر در اتاق نمانده بودند که آنها هم به اشاره کت خدا از جای برخواسته و بیرون رفتند. آنها به جمعیت گیج و حیرانی که بیرون خانه جمع شده و منتظر عاقبت کار بودن ملحق شدند قزلگل تا چشمش به کت خدا افتاد با لحن دوستان ای گفت کت خدا چه خبر است؟ چه شده چرا مهمان ها از اتاق بیرون رفتند؟ کت خدا در حالی که سرش را زیر انداخته و نمیخواست چشمش را به صورت دختر نامحرمی بیندازد گفت طوری نشده است پدر و مادر شما دنبالتان آمدیان. فریادی که در عین حال معرف زن بودن صاحبش بود از گلوی قزلگل بیرون آمد و پرسید پدر و مادر من پدر و مادر من از آن دنیا آمدن چه میگویی کت خدا مگر خدای نخواسته عقل از سرت پریده کت خدا از اینکه دختر دیوانه ای به اون میگفت عقل از سرت پریده از خنده اش گرفت ولی خودداری کرده و گفت قزل گل خانوم از هر کجا که آمده ان فعلا پایین امارت و جلوی در خانه ایستادن قزل گل از شنیدن اسم خود یکی یک خورد و حس کرد اتاق دور سرش چرخ میخورد در یک لحظه موضوع را دریافت و به نقشه گل سنم در پی برد و فهمید که این زن و مرد ناجنس او را تعقیب کرده و به اینجا رسیدند او با هوش سرشاری که داشت احساس کرد که آنها خود را پدر و مادر او معرفی کرده و شخصیتش را برای اهل ده آشکار کرده و گفتن که دختر است. از این رو تصمیم گرفت حقایق را برای کت خدا بگوید و خود را معرفی کند و با لحنی آرام که هیچ شباهتی به چند لحظه پیش نداشت گفت. جناب کت خدا بیا جلوتر تا با شما صحبت کنم. این زن و مرد بد جنسترین اشخاص روی زمین هستند درست است من دخترم و اسمم هم قزل گل است اما دختر این خیانت کارها نیستم من دختر عموی نصرت الله خان می باشم و اینها به طمع جواهرات و پولهایی که من دارم دو شب قبل در بیابان قصد جان مرا کردند. من به طریقی که به معجزه بیشتر شباهت داشت از دستشان فرار کردم حالا این نقشه را کشیده و خودشان را به اینجا رساندند و مرا دختر خود معرفی می که جواهراتم را برو بایند هر قصد قزلگل بیشتر حرف میزد زد کت خدا به صحت گفته های زن و مرد تازه وارد بیشتر یقین می کرد جنون قزلگل برایش مسلم تر می شد بالاخره پیش خود گفت صحبت با یک دختر دیوانه نامحرم بیش از این صلاح نیست باید او را به دست پدر و مادرش بسپارم ضمن اینکه میخواست از در خارج شود گفت به خدا من دلم خیلی برای شما میسوزد دعا میکنم که خداوند شما را معالجه کند دختر خوب نیست پدر و مادرش را اذیت کند و آواره کوه و بیابان نماید هیچ وقت پدر و مادر دشمن دخترشان نمی شون. آنها شما را از همه دنیا زیادتر دوست دارند. دیروز و امروز من هیچ علامت جنون در شما ندیدم و این فکر را هم که پدر و مادرتان میخواهند شما را بکشن از سرتان دور کنید من الان آنها را میفرستم پیش شما تا خیالتان راحت شود پس از گفتن این حرفا به راه افتاد و توجهی به داد و فریاد و اعتراض قزلگل نمی کرد از شنیدن حرف های کت خدا قسل دستخوش حیرت و تعجب و در عین حال ترس و وحشت شد که برای چند لحظه خودش را باخته و همه چیز را جز آنچه را که از کت خدا شنیده بود فراموش کرد. وقتی رفتن کت خدا را دید فریاد زد و او را صدا کرد چون نتیجه این نگرفت به التماس افتاد ولی هیچ کدام فایده ای نداشت. کت خدا با اطمینان از جنون او و اعتقاد کامل به حرف های گل و سفدر از پله ها پایین رفت قزلگل پیش خود گفت خدایا این خیانتکارا مرا متهم به جنون کردن دیگر کسی به حرف من توجهی نمی کنن. همه آنها را پدر و مادر حقیقی من می یک کلمه دروغ همه این بلاها را به سر من آورد اهل ده پیش خود میگویند من دختر دیوانه ای هستم که خودم را مرد معرفی کردم و از خانه پدر و مادرم گریختم دیگر هرچه بگویم فایده ای ندارد چه عاقبت وحشتناکی چه سرنوشت شومی از ترس و وحشت چشمهایش را برهم گذاشت و در دل گفت خدایا به تو پناه میبرم کد خدا با تعنی هرچه تر از پله ها پایین آمد در برابر جمعیت زیادی که عبارت از تمام مردان ده بودند و در انتظار شنیدن حقایق از زبان کت خدا روی پا بند نمی شدن ایستاد صدها چشم به سوی او متوجه بود نفسها در سینه حبس شده و سکوت کاملی جمعیت را فرا گرفته بود گلسنم و صف در هم نیز در کناری ایستاده و هنوز دهنه های اسب را در دست داشتند آنها نیز منتظر شنیدن نتیجه از زبان کت خدا بودند. استراب آنها هم زیاد بود ولی خون سردی خود را حفظ کرده و گاه و بیگاه اشاراتی به یکدیگر می کردند. کت خدا مانند قاضی که میخواهد رأی خود را صادر کند و حقیقت بزرگی را فاش کند ابتدا با چند صرف سینه خود را صاف کرد. آنگاه با صدای بم و مرده گفت رفقا متاسفانه این زن و مرد راست میگویند جوانی که از دیروز میهمان ما است و خود را پسرموی نصرت الله خان معرفی کرد دختر این زن و مرد است اگرچه ما حرکت مجنونان ای از او ندیدیم ولی همین موضوع که او خودش را مرد معرفی کرده و حالا معلوم شد که دختر است دلیل مجنون او کافی است این را هم بگویم که دیدن روی یک دختر نامحرم و صحبت کردن با او برای ما چون از حقیقت امر با خبر نبودیم معصیتی ندارد نطق کوتاه و محکم کت خدا که تمام شد جمعیت شروع به مذاکره کردند هر کدام اظهار عقیده ای می نمودن. بچه ها به سرعت به طرف خانه هایشان دویده این موضوع را به صورت یک خبر با اهمیت و اتفاق بزرگ برای مادر و خواهرهایشان تعریف کردند همه اهل ده از اینکه دختری به این جوانی و قشنگی دیوانه شده از افسوس می‌خوردند اده ای از جوانان مخصوصا آنها که این دو روزه را با قزلگل صحبت کرده بودند در دل خود انقلاب و قوقایی احساس می نمودن. برای همه یقین حاصل شد که قزلگل دختر دیوانه این زن و مرد است فقط ید الله که از ساعت اول میزبان قزلگل بود و او را به خانه خود برده و نسبت به سایر اهل ده فهمیده تر بود نمی توانست قبول کند که میهمان او دیوانه است وی از ساعت اول برخورد به این جوان محبت بیشاعبه و علاقه پنهانی را که خودش نمیدانست از کجا سرچشمه میگیرد نسبت به او احساس می کرد. حالا که وزرا را اینطور میدید خیلی متأثر شد. مخصوصا اینکه از لحظه اول موازه به گلسنم و صفتر بود و به هیچ وجه نمی قبول کند که جوانی به آن خوبی فرزند این اشخاص باشد. به همین جهت وقتی صحبت کت خدا تمام شد و گفت که ما مجبوریم دختر را به دست پدر مادرش بسپاریم بی اختیار تکانی به خود داده صف جمعیت را شکاف و خود را به جلو رسانید و گفت کت خدا ما کار نداریم که این جوان دختر است یا پسر ولی هیچ نمیتوانیم قبول کنیم که او دیوانه است همه شما از دیروز او را دیده و حرفهای او را شنیدید کجا که صحبتهای او به آدم دیوانه شبیه بود تا چند دقیقه قبل هم شماها به حرفهای او آفرین میگفتید تمام صحبتهایش را تصدیق میکردید چطور شد به این زودی به دیوانگی او رأی می دهید من کاری ندارم که این زن و مرد پدر یا مادر این جوان هستند یا نه اما نمیتوانم قبول کنم مهمان ما دیوانه باشد حالا اگر میخواهید حقیقت امر را بفهمید خوب است اینها را رو روبرو کنیم تا ببینیم چه میگوین اگر این زن و مرد توانستند ثابت کنند که دخترشان دیوانه است ما حرفی نداریم و الا بدون تحقیق که نمی شود جوان بیگناهی را که مهمان ما از به دست این اشخاص ناشناس بسپاریم دیروز موقعی که خوابیده بود من خودم با همین گوشهایم شنیدم که در خواب از زن و مردی صحبت می کرد به آنها بد می گفته حالا که این موضوع را می یک چیزهایی حس می کنم از شنیدن صحبت های یدالله مردم ساده دل به دو دسته تقسیم شدند بعضی طرفدار داره عقیده یدالله گردیدن و اده ای که همیشه صحبت های را همچون وحی می دانستن چشمشان به دهان او دخته شده بود سفتر و گلسنم که تا به حال خود را فاتح و پیروز دانسته و از خوشحالی در پوست خود نمی گنجیدن مسترب شده و با نگرانی تمام منتظر تمام شدن صحنه و نتیجه کار بودند. در عین حال انان از پارا هنوز رها نکرده و با چشم و ابرو به همدیگر فهمانده بودند که اگر نخشیشان نگرفت به روی اسبا پریده و فرار کنند کت خدا که نمیخواست کسی به فهمش ایراد بگیرد و روی حرفش حرفی بزند اگر هم تا به حال تردیدی داشت مصمم شد که قزل گل را به دست زن و مرد تازه وارد بسپرد و به این جهت با لحن آمران ای گفت یدالله تو همیشه با های بی سر و ته خود بین اهل ده اختلاف میاندازی این ها یعنی مثل روز روشن است که این دختر دیوانه است اگر دیوانه نبود لباس مردانه نمی پوشید و اینجا نمی آمد و خود را مرد معرفی نمی کرد مگر این پدر و مادر بیچاره اش را نمی بینی که چطور می لرزند و خون می خورند او خود را پسر عموی خان که خان بزرگی است معرفی کرد در صورتی که این بیچاره ها اهل اصفهان هستند چرا بی ربط حرف میزنی سخنان کت خدا تأثیر کاملی در جمعیت بخشید همه را وادار به سکوت کرد و آن چند نفر هم که دیشب و امروز مدعی ملاقات پسر عموی نصرت خان و حتی گرفتن انعام از دست او بودن از این منظره متوحش شدند آنها سعی می کردن که خود را بین جمعیت مخفی کنند. گلسنم که ابتدا مسترب شده و دوباره از پشتیبانی کت خدا قوت قلبی پیدا کرده بود برای اینکه اثر سخنان کت خدا را زیادتر کند گفت ای جوان خیر از عمرت ببینی چطور خیال می ما دروغ می گوییم تو که از دل پدر و مادر خبر نداری و نمیدانی ما بیچاره ها چطور می ما بچه خود را خوب میشناسیم و بیشتر از همه دلمان برایش میسوزد چه کنیم که عقلش کم شده و ما دو نفر را که عمر خودمان را روی او گذاشته این دشمن خود میداند تا به حال ده دفعه بیشتر فرار کرده و اینجا و آنجا رفته و ما را سرگردان کرده از اینجا تا شهر که راهی نیست بفرستید تحقیق کنند همه ما را میشناسند ما مردم با آبرویی هستیم و تا به حال کار بدی نکرده ایم. گلسنم ضمن گفتن این حرف ها مرتبا اشک میریخت و قیافه ای به خود گرفته بود که تمام جمعیت متأثر شده و دیگر کوچکترین تردیدی در صحت گفته های او نداشتند. کت خدا وقتی اشک ریختن زن را دید گفت خواهر گریه نکن من دختر تو را صحیح و سالم به دستت می سپارم اما سفارش می کنم که همین فردا یک دعای بی وقتی برای او بگیرید حتما از ما بهتران در کار این دختر دخالت کردیان گلسنم با همان قیافه محسون و لحن التماس گفت خدا شما را عمر دهد چشم همین فردا این کار را می کنیم کت خدا گفت سر ما به حرف گرم شده و هیچ در فکر این نیستیم که این بیچاره ها همه راه را آمده و خسته شدند. آن, آن وقت رو به جمعیت کرد و گفت بی جهت امروز هم همه شما از کار باز ماندید بروید خانه هایتان استراحت کنید من هم این زن و مرد بدبخ را میبرم تا قدری استراحت کنند جمعیت مخصوصا آنها که به شام دعوت داشتند و شکم خود را صابون زده بودند با بیمیلی متفرق شدند ولی عده ای که نمی از شام برادر کت خدا صرف نظر کنند دنبال کت خدا که با گل و صفدر از جلو می رفت وارد حیات شدند. یدالله بیچاره که به هیچ وجه حاضر به قبول دیوانگی مهمانش نبود با عصبانیت دنبال کت خدا می رفت. چند نفر هم که کنج کافتر از سایرین بودند در عقب آنها حرکت می کردند. کت خدا با گل و صفدر وارد اتاق شدن چشم قزلگل که به گلسنم و و در افتاد فریاد کرد ای خیانتکاران بیشرم اینجا هم آمدید از جان من چه میخواهید چرا دست از سرم بر نمی دارید سنم با چشم عشق آلود نگاهی به کت خدا افکند و گفت میبینید که از ما بیزار از خدا یا چی کار کنم و این درد را به که بگویم دخترم از من که او را زاییده و بزرگ کرده ام بدش میآید. آن وقت به طرف قزلگل رفته آغوشش را باز کرد و گفت بیا دختر جان کجا فرار می کنی به خدا قسم اگر ماهی شده و به دریا بروی من نمیتوانم از تو صرف نظر کنم و محبتت را از دل بیرون کنم همه ی هستی و زندگیم را می دهم اما از تو نمیتوانم بگذرم تو یگان دختر من و تنها آرزوی من هستی سفتر هم زیر لب تکرار می کرد قزلگل جان عزیزم قزلگل چشم های کت خدا یدولا و آن چند نفر که دنبال آنها آمده بودند به این منظر خیره شده بود. صدای کشیده محکمی سخنان گلسنم را قطع کرده و سفدر را که خاطری تلخی از ضرب دست قزل گل داشت و قدم به عقب برد. قزل گل وقتی چشمش به گلسنم افتاد طوری عصبانی شد که انان اختیار را از کف داد. مخصوصا وقتی سخنان او را شنید خشمش زیادتر شد و چون ملاحظه کرد که گلسنم برای در آغوش کشیدن او به جلو می آید خود را حاضر کرد و مردانه کشیده ی محکمی به گوش او نواخت گلسنم نقش بر زمین شد و دوباره فریاد زد خفش و سلیته ی بی حالا دیگر مادر من شده ای و با این دزد جانی این نقش را کشیده اید افسوس می خورم که چرا پریشب هر دو نفر شما را مثل سگ نکشتم از این دقیقه دیگر خونه هر دویتان بر من حلال است این توهینی که به من کردید و خود را پدر و مادر من معرفی کردید جز با خونه نجس شما با چیز دیگری پاک شدنی نیست زودتر از مقابل چشمم دور شوید و الا صدای زج و زاری گلسنم نگذاش بقیه ی حرفهای او به گوش کت خدا و الله و سایرین برسد زن مکار مثل مادر بچه مرده گریه میکرد و وضعی به خود گرفته بود که همه را متأثر می ساخت. نالان و گریان از جا بلند شد دیگر جرأت نداشت جلو برود همانجا که ایستاده بود رویش را به خدا کرد و گفت دیدید هرچه گفتم راست بود معلوم می شود جنون او زیادتر شده آفتاب و سواری حالش را خرابتر کرده که اینطور بیرحمانه مادر پیر خود را میزند. شما را به خدا به من ره کنید کمک کنید می ترسم راستی راستی مرا یا پدرش را بکشد آن وقت اگر عقلش به جا بیاید تا آخر عمر نادم و پشیمان خواهد بود از کجا که وقتی عقلش به جا آمد خودش را نکشد من فقط از این موضوع می ترسم شما را به هرچه که مقدس از کمک کنید و دخترم را دریابید کت خدا گفت چه کار باید بکنیم این دختر شماست و شما بهتر به اخلاق او آشنا هستید اینجا سفتر قدمی جلو گذاشت و گفت باید دستهایش را ببندیم تا دیگر با مادر پیر خود اینطور نکند بعد از گفتن این حرف رویش را به قزلگل کرد و گفت قزلگل جان جانم به قربانت چرا اینطور میکنی آرام باش مگذار دستهای نازنینت را ببندیم امشب خودم پیش تو میخوابم و تو را در آغوش میگیرم اصلا به مادرت کاری نداشته باش به من رحم کن سفتر با گفتن این حرفا نقشه شیطانی خود را اجرا میکرد به کت خدا و سایر حاضرین میفهمان که برای جلوگیری از حرکات بی رویه دخترش امشب او را در آغوش خود میخواباند قزلگل که متوجه گفته های صفتر بود فریاد کرد ای دوست آدم کش ای بی آبرو تو مرا در آغوش می گیری به نظرم از جان خود سیر شده ای که جسوران این مزخرفات را می گویی زود از مقابل چشمم دور شو صدای فریاد قزلگل چند نفر دیگر از اهالی را که هنوز به عشق شام در کوچه ایستاده بودند به بالا کشید همه سرها را کشیده و از پشت یکدیگر بالا می رفتن تا آنچه در اتاق می ببینند سفتر که خود را به مقصود نزدیک می دید و از ذوق و شغ روی پا بند نمی شد گفت دختر جان عاقل باش و این کارها را نکن آن وقت با قدم های محکمی جلو رفت و گفت به نظرم مجبورم گفته ی مادرت را عملی کنم و دستهایت را ببندم لحظه حساسی بود همه متوجه عمل سفتر و عاقبت کار بودند قزلگل که نزدیک شدن سفتر را مشاهده کرد خود را آماده ساخت و به محض اینکه سفتر به دسترس او رسید مشت محکمی به زیر چانه او نواخت که سفتر از عقب به وضع مزهکی به زمین افتاد قهقه جمعیت تو ام با فریاد احسنت آنها که از هر حرکت شجاعانه و به موقعی به زبان می آوردن بلند شد بیش از همه ید و لا خوشحال شد الله وقتی پیش رفتن صف در را دید خود را حاضر کرد که جلو رفته و به کمک قزل گلمان اکار صف در شود وی باهوش سرشار خود از مکالمه قزلگل و گلسنم تشخیص داده بود که حرفهای قزلگل همه راست و درست است و این دو نفر میخواهند با حقوق بازی دخترک بی پناه را تصاحب کنند اگرچه از حقیقت قضایا مطلع نبود ولی یقین داشت که دخترک دیوانه نیست و اسراری در این کار نهفته سفتر بلافاصله از جا برخواست خونه او به جوش آمده و به شدت عصبانی شده بود مخصوصا از اینکه در برابر مشت یک دختر تاقد نیاورده و آنطور به زمین خورده بود که احساس خجالتی می کرد به زحمت تبسمی بر لب آورد و روی به جمعیت کرد و گفت می بینید چه دختری دارم فکر کنید اگر پسر بود چه زوری داشت خود من هم در جوانی همینطور بودم این سخن سفتر ید الله را بیشتر به فکر واداشت چرا که او میدید سفتر هنوز هم پیر نیست و به زحمت سی و سه چهار سال دارد چطور می شود آدمی سی و سه ساله دختری 20 ساله داشته باشد گذشته از اینکه این زنی به این پیری داشته باشد جمعیت با حرکت دست و سر صفدر را تشویق به جلو رفتن می کردن. آنها بی نبودند نبودن نزاع یک مرد و یک دختر را که اینطور ضرب دست نشان می دهد ببینند سفتر که در عالم خود مردی بیباک و شجا و انصافا قوی و زورمند بود از نگاه های جمعیت غیرتش به جوش آمده و شاید هم فکر کرد که چه نقشی را بازی کند و باید پدری باشد که میخواهد دختر دیوان اش را آرام سازد با حرکتی که ناشی از خشم و غضب و کینه و خودخواهی و در عین حال دوست داشتن شدید بود خیزی برداشت سفتر خود را به روی قزلگل افکن و قزلگل که از زیر چشم مواظ به حرکت سفتر بود قبل از آنکه سفتر خود را به او برساند جایش را خالی کرد به طوری که سفتر تعادل خود را از دست داد و برای دومین بار زمین خورد قهقهه دهاتی ها با لگدی که قزلگل روی دهان سفتر نواخت و دهانش را خونالود کرد تو ام شد بعضی از دهاتی ها می گفتن. این علامت دیوانگی است که این دختر را اینطور قوی و زورمند کرده ولی ید بین حرف آنها دوید و گفت خیر این دختر شجاعی است که جلوی چشم ما بی غیرت از ناموس خودش دفاع می کند مگر خدا عقل به شما نداده چطور یک جوان سی ساله می تواند دختری به این سن و سال داشته باشد به علاوه درست نگاه کنید آیا هیچ شباهتی بین این دختر و این مرد و این پیر زن می بینید چشم های از جمعیت از شنیدن این حرف ها گشاد شده و به دقت مشغول نگاه کردن شدند. زد و خورد سختی بین قزلگل و صفدر در جریان بود و آنها که دوست داشتند زد و خورد یک دختر و یک مرد را ببینند ساکت بودند. اما عده دیگر حرف های را تصدیق کرده و به کت خدا اعتراض میکردند. که خدا هم که چشمش به داخل اتاق و گوشش به حرف های یدالله و تماشاچی ها بود پیش خود فکر کرد که یدالله با گفتن این حرف ها مقام و منزلت او را کم می کند و خودش را در انظار بزرگ می سازد. ممکن است در آینده مقامش را هم متزلزل سازد از این رو با اینکه خودش هم کم کم نسبت به گفته های صفتر و گلسنم مشکوک می شد در دل گفت باید کار را یک سری کرد و این دختر شرور را به دست اینها سپرد و خودشان می دانن. من چه کار دارم که پدر و مادرش هستند یا نه این دختر بلایی بود که وارد این ده شد اگر کمی صبر کنم همه اهل ده به سرم می و از یدالله الله پشتیبانی می کنن. باید اول این کار را تمام کنم آن وقت به موقع حساب ید الله را هم خواهم رسید با این فکر جلوتر رفت و خود را در میان سفتر و قزلگل انداخت و گفت این کارها خوب نیست پدر که با دخترش نمی جنگد سپس سفتر را به کناری کشید قزلگل هم که تقریبا خسته و وامانده شده بود به طرف دیگر رفت و ساکتی استاد که خدا به قزلگل گفت اگر از خودسری و دیوانگی دست بر نداری دستور میدهم چند نفر بیاین و زنجیری آورده دستها و پاهایت را ببندن بیا آرام باش و با پدر و مادرت آشتی کن فردا صبح هم حرکت کرده و بروید قزلگل مثل مار زخم خورده فریاد زد عجب آدم ابلهی هستی دو ساعت است به تو میگویم اینها مردمان حق باز و دروغگویی هستند که برای پول و جواهرات من این نقشه را کشیدن این مرد پس فطرت هم به ناموس من چشم دوخته آیا اینطور از یک دختر بی پناه که مهمان شما از پذیرایی میکنید صدای قرش جمعیت از شنیدن حرف های قزلگل تحریک شده بودن بلند شد و فریاد یدالله به گوش رسید که می گفت راست می گوید این دختر مهمان ماست مخصوصا مهمان من است و من نمی گذارم او را دست بسته تسلیم این مرد که شرارت و هرزگی از سر و رویش می بارد به چند نفر دیگر هم گفته های یدالله را تأیید کردن نور امیدی در قلب قزلگل گل گرفت ولی کت خدا که از جسارت دختر و اعتراض یدالله به حد جنون خشمناک شده بود نگاهی از روی غضب به جمعیت افکند و گفت من بهتر میفهمم یا شماها زودتر گورتان را گم کنید و بروید اده ای که حقیقتا از کت خدا میترسیدند با همین نهی پا به فرار گذاشتند و از پله ها سرازیر شدن چون چند نفر دیگر من جمله همان همانطور بر سر جای خود ایستاده بودند که خدا به برادرها و پسرهایش فرمان داد که اینها را بزنید و از خانه بیرون کنید تا صبح به حسابشان برسم دو نفرتان هم اینجا باشید کارتان دارم برادرها و اقوام کت خدا که همواره برای حفظ موقعیت خود فرمان او را اطاعت می کردن به جان آن چند نفر افتادند همه را بازور از خانه بیرون کردند و یدالله هم که به تنهایی قدرت مقابله نداشت اجبارا بیرون رفت ولی تصمیم گرفت از طرف دیگر و از روی پشت بام خانه های مجاور مراجعت کند پس از رفتن جمعیت کت خدا به قزل گل گفت دنیای کتاب صوتی